سلام دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های داستان‌های کوتاه. در این برنامه می‌خوایم بریم سراغ زنده یاد خانم شهلا ریاحی، پس تا انتها با من همراه باشید و ویدیو رو تماشا کنید. قدرت و زمان وفادوست معروف شهلا ریاحی در سال 1305 در تهران به دنیا آمد. پدرش آقا شیخ ها وفادوست سبزواری که اصالتاً اهل سبزوار و مادرش زهرا عسکری اهل قم بود و در سن 14 سالگی قدرت و زمان رو به دنیا آورد. اما قدرت و زمان در کودکی پدرش رو از دست میده. پس از فوت پدر قدرت و زمان، پدر بزرگ اون رضا شربت‌دار و همسرش لیلا اون رو بزرگ میکنن. مادر قدرت و زمان بعد از فوت همسرش با ریاحی بزرگ عموی اسماعیل ریاحی ازدواج میکنه و بعد از 14 سال قدرت و زمان در سال 1320 به عقد همسر مرحومش اسماعیل ریاحی در میاد که نزدیک به 70 سال زندگی عاشقانه ای رو با اون سپری میکنه. اسماعیل ریاحی در اون زمان یکی از شیفتگان و بازیگران تئاتر بود و همچنین عشق و علاقه باعث میشه تا قدرت و زمان به درخواست شوهرش در سال 1323 در حالی که فقط 17 سال داشت وارد عرصه تئاتر بشه. وی در اولین نمایش زندگی خود با نام سیاست‌های هارون و رشید به کارگردانی مرحوم موعظ و دیوان فکری در تئاتر تهران که زیر نظر احمد دهقان بود، در کنار هنرمندانی چون اسماعیل ریاحی، مرحوم غلام حسین نقشینه، زنده‌یاد حمید قنبری بازیگر و دوبلر قدیمی سینما نقشی رو ایفا کنه و تماشاخانه تهران که به دلیل تأسیس تئاتر فرهنگ متزلزل شده بود با اومدن وی به صحنه تئاتر دوباره قوت بگیره. اسماعیل ریاحی بعد از بازی در این تئاتر نام مستعار و هنری شهلا رو برای قدرت و زمان انتخاب کرد و پس از این تئاتر وی با نام شهلا به ادامه فعالیت‌های هنری پرداخت. شهلا بعد از بازی در تئاتر سیاست‌های هارون و رشید که در اولین تجربه هنری خود نقش اول دختر نمایش رو ایفا کرده بود، بسیار مورد تایید کارشناسان و تماشاگران قرار گرفت. پس از اون شهلا با همسر خود فعالیت‌های مستمر در تئاتر رو آغاز کرد و تونست یکی از بازیگران محبوب تئاتر تهران در اون دوره بشه. از تئاترهای معروفش در دهه اول بازیگریش میتونیم به تئاتر دختر ولگرد اشاره کرد که در تئاتر فردوسی در سال 1327 و تئاتر پارس در سال 1328 در تهران روی صحنه رفت. شهلا به قدری در تئاتر معروفیت پیدا کرده بود که موعظ الدین فکری که کارگردان اولین تئاتر وی در تهران بود در سال 1330 با ساخت اولین فیلم سینمایی خود با نام خوابهای طلایی از شهلا دعوت به بازی در این فیلم کرد. شهلا پس از بازی در این فیلم در سال 1331 در فیلم یک نگاه و در سال 1332 در فیلم چهره آشنا ایفای نقش کرد. او یکی از چهره‌های مطرح سینمای ایران شد. او در همین سال برای دومین بار با موعظ الدین فکری همکاری و در فیلم دختر چوپان ساخته وی ایفای نقش کرد. همچنین در سینما و تئاتر فعالیت می‌کرد و در سال 1335 بعد از بازی در چند فیلم سینمایی و تئاتر با آشنایی از تکنیک‌های فیلمبرداری و مهارت بازیگری و همچنین حمایت‌های همسرش اسماعیل ریاحی فیلم سینمایی مرجان رو بازی و کارگردانی کرد. با ساخت این فیلم نام اون در تاریخ هنر ایران به عنوان نخستین کارگردان زن سینمای ایران ثبت شد. دکتر منوچهر ریاحی فرزند وی که در اون زمان پسر بچه خردسال بود در این فیلم ایفای نقش کرد. شهلا بعد از کارگردانی این فیلم فیلم دیگه‌ای نساخت و تمام فعالیت و توان هنری خودش رو معطوف بازیگری کرد. در اون زمان که در سینما فعالیت میکرد، فعالیت در زمینه تئاتر رو ادامه میداد. از جمله تئاترهای معروف اون میشه به مکافات اشاره کرد که مرحوم محمدعلی جعفری کارگردان و بازیگر اون بود و در سال 1336 به روی صحنه رفت. تئاتر خانم وینگرمر در سال 1340 نیز از جمله تئاترهای معروف دیگری است که وی ایفای نقش کرد.
ریاهی 1339 در فیلم عروسک پشت پرده در نقش مادر مرحوم مجید محسنی ظاهر شد. شهلا در این فیلم اولین نقش مادر سینمایی خودش رو بازی کرد. وی پس از بازی در این فیلم اگرچه نقش دیگری رو در سینما بازی میکرد ولی در نقش مادر بسیار جا افتاده تر شده بود. زنده یادان ایران قادری، پروین سلیمانی، رقیه چهره آزاد، مهری مهنیا، مهری وفاداریان، فرخلقا، هوشمند، حمید خیر آبادی از جمله کسانی بودند که قبل و بعد از شهلا در سینمای ایران ایفای نقش کننده نقشای مادر بودند. شهلا به مانند نادره در چندین فیلم نقش مادر کسایی رو بازی میکرد که تفاوت سنی زیادی با اون نداشتن که از بارزترین اونها میتونیم به نقش مادر مرحوم علی فردین اشاره کنیم، در حالی که اون فقط 4 سال از فردین بزرگتر بود. از جمله آثار دیگه اون در این زمینه میتونیم به فیلم چرخ و فلک ساخته زنده‌یاد صابر رهبر اشاره کرد که در سال 1348 به اکران عمومی در اومد. وی به جز ایفای نقش مادر فردین، نقش مادر بسیاری از ستاره های اون زمان از جمله مرحوم بیگ امامفردی و بهروز وثوقی رو در فیلم هاش بازی میکرد. شهلا در سال 1341 در اولین فیلمی که همسرش مرحوم ریاهی نامه اون رو نوشته بود با نام عروس دهکده بازی کرد. بازیگر نقش اول فیلم و کارگردان ناصر ملک مطیعی بود و در سال 42 اولین فیلم سینماییش رو با نام جاده مرگ با مضمونی پلیسی و ساختار اکشن ساخت. شهلا هم در این فیلم عهده‌دار نقشای اصلی این فیلم شد. پس از ساخت این فیلم چندین فیلم دیگر رو هم کارگردانی کرد که از جمله موفق ترین فیلم های اون در سالهای اولیه میتوان به فیلم زن و عروسکاش اشاره کرد که در سال 1344 ساخته شد. شهلا نیز در چندین اثر از همسرش ایفای نقش کرد که از جمله اونها میتوان به فیلم های شیطان در میزند، جهان پهلوان، خشم گلی، شکوه جوانمردی، میلیونرهای گرسنه، بهش دور نیست و دلهای بیارام اشاره نمود. وی در اکثر این فیلم ها همبازی مرحوم فردین بود که از جمله اونها نیز میتوان به بهش دور نیست اشاره کرد. شهلا در سال 55 بعد از 32 سال فعالیت در تئاتر و سینما و با بازی در سریال تلخ و شیرین به کارگردانی ثریا قاسمی وارد تلویزیون شد و بعد از اون نیز در سال 55-56 با بازی در مجموعه سریال ایتالیا ایتالیا به کارگردانی نوزر آزادی شهرت خودش رو در تلویزیون دوچندان کرد و از اون پس به طور مداوم به عنوان بازیگری مشهور و محبوب در تئاتر و سینما و تلویزیون به ادامه فعالیت گسترده پرداخت. و بعد از انقلاب با همون نام هنری شهلا و با فامیلی همسرش ریاهی با نام شهلا ریاهی به ادامه فعالیت پرداخت. شهلا ریاهی در تمام ژانرهای سینمایی و تلویزیونی ایفای نقش کرده که از جمله معدودترین اونها میتوان به بازی در فیلم گلنار در سال 67 اشاره کرد که در ژانر عروسکی و برای کودکان ساخته شد. وی تا اوایل دهه 80 فعالیت بالایی در بازیگری سینما و تلویزیون داشت و از اون پس نیز به استراحت و مرور خاطرات گذشته خود در منزل پرداخت. آخرین بازی خانم ریاهی در سال 79 با فیلم دعوت به شام بود، اما در سال 95 در نهنگ انبر 2 نیز حضوری خیلی کوتاه داشت. خانم ریاهی که از سال 81 از بیماری آلزایمر رنج می برد و تحت مراقبت های ویژه پرستاری بود، در نهایت 11 دی‌ماه 98 در سن 93 سالگی دار فانی رو ودا گفت. روحشون شاد و یادشون گرامی. خب این برنامه هم به اتمام رسید. مرسی که تا انتها با من همراه بودید. لطفا اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و کامنت بذارید. مرسی از حمایتتون. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.